ببینید حالا ما میگیم به جای اینکه یه واحد بهش تخصیص بدیم میتونیم یه آرایه بهش تخصیص بدیم. اون وقت اون آرایه یه خوبی که داره طولش میتونه چی باشه؟ متغیر باشه. مثلا من اینجا چنین چیزی مینویسم. ببین مثلا فرق این با کدایی که تا الان نوشیم چیه؟ یه تیکه رو من پاک بکنم. خب ما الان چی نوشتیم؟ اینت ستاره فو. خب بعد میام میگیم که فور اینت آی از چند شروع بکن؟ آی از صفر، آی کوچکتر از پنج و پنج رو میگم این آی پلاس پلاس سیاه بکن چی رو؟ فوه آی یه اند الان میزنم اینجا میگم که این تا این مساویه چند؟ پنج اینجا میگم این اوکی پنج خونه آرایه تخصیص داد زمینه که اینه میتونستیم اینجوری هم بنویسیم فوی اشاره گره فوی اشاره گره به اولین خونه این آرایه اشاره میکنه حالا من میتونم اینجوری آرایه بنویسمش حالا به مثلا خوبیش اینه من اینجا میام بنویسم سین بکن چی رو سین بکن ان رو مثلا میگم 100 یه آرایه به طول چند گرفتم 100 گرفتم الان طول آرایه‌ام متغیره. منتها گفتم برنامه که تموم میشه یه زحمت بکشین چی می‌نویسین؟ دیلیت فو. مثلا میگم 1000. چرا نشون نداد؟ چون یه بافر داره. خب اینا اینجا کلیک راست بکنم پراپرتیز فونت لایوت اینجا چی نوشه؟ نوشه ویندوز سایز 120 120 ناس هم میرسین 1200 نوش این 120 نیست پوزیشن بافرش کو اینه اسکیم بافر سایز هیتش این هیت میشه؟ زیاده کنچ چه نشون نداره؟ wrap text onto the size آره نه همه رو نشون نداره چه؟ بذار یک کاری بکنیم بگم آی هزار نه من همون 9001 بنده خدا بوده ما چون نمیدیدیم فهم کردم خیلی سر بچه بودیم یه چیز نشون داد دیدنی ها یادتون هست دیدنی ها رو یک کم ما هم داد بعد یه چیزی داشت یه سری آدم رو از این چت بازا میپریدن پایین
تمام اونو هیچ وقت نمیدیم. من میگفتم بابا من چجوری تو آسمون وای میستم؟ چون آدم نگاه میکنه بعد الان اونجوری شد یه میبینه میگو آیا رو نهیدیم که میشون چقدر لذت میبردیم از این دیدنه درسته؟ مثلا اون موقع همین مثلا چی بود کلن دو تا شبکه داشت دیدنه شبکه سه فیلم سینمایی ساعت دهانی من یادم شبکه دو ساعت دهانی مثلا تموم میشد سه شنبه ها میدم سه شنبه دو تا دهانی تموم میشد دهانی آره بودن از این خطا میومد شما هانیکو یادته؟ آره هانیکو زندگی منشوری سر حرکت دربار قشین شنبه ها کلی تهران تعطیل میشه نمیرفتن الان اون دیدنی ها مثلا تو اینستاگرام خیلی کلیپ های خفن تری هست درسته؟ حالا اینو دیدی؟ لیوان من پایین تست کردم خراب نمیشه باز مشکل نه اصلا یه بار سر کلاس نوار کاسه کردم ببینم بچه ها نوار کاسه کنیم نسمی کلاس نمیدونستن چیه جان من عجب امتحانی کردی نوار کاسه تو باید نمیدونستن چیه واقعا یه بار با یکی از همکاران داشتیم میرفتیم تو راه نگر داشت داشتیم میرفتیم سمت محل کار خب واسه کاری دارم رفت از تو صندوق یه گونه نوار کاسه تا همارو ریخ سطل آشغال گفتم نکن این کارو بده من گفت نه حوصله‌شو نداره ولی من علتش چی بود دقیقا همارو فوه به علاوه آی درسته؟ این همونه بزنین یه مقدار ملوتر بدیم این مثلا ورودی نگیریم باشه؟ موافقین؟ همون چند باشه؟ بعد بیام بگم مثلا فوه صفر مساوی مثلا یک بیام مثلا مقدار گذاری بکنم بگیم فور و من والیبال بازی میکنه رو نکرده بودی چند وقت والیبال بازی گفتم شب یه پرتغالی های تو چهار ماه این اومان خیلی پسر خوبیه پلیه چکار هست اومان چیه؟ مهندس اومان انشالله که سایش همیشه بالا سرت باشه خب فوه آی مساوی آی به توان دو درسته؟ اینه اونم پنج متوجه چنده پدرت؟ پنج آی سف یک دو چهار سه نو چهار شونزه درسته؟ ببینید چه من اینجوری بهش دسترسی داشته باشم چه جوری دسترسی داشته باشم؟ اینجوری چرا من پرانتز گذاشتم؟ چرا اینجوری ننوشتم؟ این یعنی ستاره فو حالا ستاره فوی ما چیه؟ ستاره فوی اولیه چیه؟ چند بود؟ صفر به توان دو دیگه صفره این خروجی که الان به امون میده چی به امون میده؟ یعنی صفر یک دو سه چهار یعنی مثلا خونه اول به علاوه عدد چهار خونه اول به علاوه عدد چند؟ سه ولی اگه من میخوام خونه سه به دست بیارم میتونم اینجوری به دست بیارم این میشه خونه سوم درسته؟ نیا کنید این معادل اینه یعنی برو خونه سوم این آدرس رو به علاوه سه بکن علاوه انتیجری بعد محتواش رو به هم بده با این برابر منتها اگه پرانتزه بردارم چی میشه؟ پرانتزه بردارم چه اتفاق میفته؟ میاد خونه صفرم رو به علاوه آی میکنه حالا آی یک دو سه خونه صفرم مقدارش چنده؟ صفر بوده دیگه میشه صفر یک دو سه چهار
پرانتز میذاشتیم میگفتیم برو خونه اش آدرس رو جمع میکرد. ببینی ها کن اینجا محتوا رو با آی داره جمع میکنه. تو قبلی چی رو جمع میکرد؟ تو قبلی چی رو جمع میکرد؟ آدرس رو جمع میکرد. ببین الان فو چند تا خونه است؟ پنج تا خونه است. فو داره به اینجا داره اشاره میکنه. اندی سه میخوای حساب کنی، صفر یک دو سه چهار. من تو این فرو گفتم چی رو بریز داخل فوی آی؟ آی به توان دو. یعنی اینجا چی میشه؟ صفر. اینجا چی میشه؟ یک چهار نو چند شونز. وقتی من مینویسم اینجوری مینویسم این معادله اینه. چی چاپ کرد؟ معادل هست یا نه؟ درسته؟ ولی وقتی اینجوری می نویسم این معادل چیه؟ بگین معادل چیه؟ ستاره فو اینه، درسته؟ این میشه ستاره فو به علاوه آی، صفر به علاوه صفر، صفر به علاوه یک، صفر به علاوه دو، صفر به علاوه سه، صفر به علاوه چی؟ اینا درست یا نه؟ ستاره فو یعنی اونجایی که داره فو داره بشه شرم. یادتونه ما اره داخل تابه میفرستادیم، مثلا من گفتم ای آی بفرست، ای بفرست، ای همون اشارهگره، یعنی اشارهگر با آرایه یکیه، فرق نمی کنم. منطقه اگه شما جلوی ای بنویسیم مثلا کروش پنج، اونجا آرایتون ایستاست، اینجا بنویسن آرایتون چیه؟ پویاست. این همینه. ببینید خب این کلمه یعنی چی؟ این کلمه یعنی چی؟ بریم ببینیم معنیش چیه. ببینید ما تا الان اینجوری نوشتیم، اینه من برش میدارم، خب اوکی، بعد اینجا چی نوشته بود؟ اوکی تا اینجا
میخوام یه آرایه مشخص بکنم. یه میلیون. ای بابا. چاپ نکنیم، فقط مقدار بگیم. نایمد اون یکی تو نایمد. یک دو سه تا چهار پنج شیش هفت تا هشت تا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت فرق نکرد. نو یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه حافظه رو میگیره. بزنه انتیجه چی بگیم؟ آنساین ها. آنساین تا چند میتونست بگیره؟ یادتون هست یا نه؟ چند میتونست بگیره؟ تا این عدد 4 میلیارد و 10 میتونه بگیره، درسته؟ توی آنساین. این اگر اجرا بکنم نوشت terminated call after throwing an instance of فلان چی شو؟ این جمله رو داشته باشین. حالا اون جمله چی بود اضافه کرده بود؟ ایرور نداره. تو قبلی چرا ایرور داد؟ چون حافظه داریم میگیریم، حافظه پر شد، گفت نمیتونم. درسته؟ این چیه؟ انجام تا یه انداز بین این اصلا نوترو شد. خب نوترو بیاریم. چی میگه نوترو؟ میگه in this case if the allocation of this block of memory fail the failure can be detected by checking if foo is null. خب یعنی اگه نتونه مقدار بده من میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام اینجا یه چنین چیزی بنویسم، درسته؟ else اینجوری بنویسم. اگر فونال پوینتر شد عدد 4 میلیارد بود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کلن اینو چیز ندارم، مشکل ندارم. اون عدده که ما نوشیم اونو نمیتونست.
این الان چی میده؟ ببینید الان ریتن چی شد؟ بین ریتن ولیوی صفر. یعنی وقتی اینجا می نویسیم یه دونه بلوک 4 میلیاردی نتونه پیدا بکنه، میتونه بهش یه تخصیص چیه؟ نمیده، نصف نیمه اصطلاحا نمیمونه. داستان این نوترو اینه، نال پوینتر میشه، نتونه تخصیص بده. نال یعنی پوچ. ببینید من اگه بخوام یه مثلا بخوام فور رو تخصیص بدم اول کار، اول کار من میتونم اینجوری بنویسم. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ صفر، یعنی هم نال پوینتر. یعنی به کجا داره اشاره میکنه؟ به اولین خونه یا حافظه که مقدارش چیه؟ توهیه، بهش میان صفر. با نوترو اگر نتونه تخصیص بده نال میشه. اینجوری نباشه مثلا یه بخواد ارور بده با ارور بیاد بیرون. من میتونم با نوترو با نال پوینتر تشخیص بدم که آیا تونسته وارد بشه یا نتونسته وارد بشه. یعنی اگه نال نبود مثلا حالا این کار انجام بده، اگه نال بود مثلا بیا بیرون. You are currently the only person in this conference. آدرس صفره. آدرس صفر خونه صفرو مقدارش ناله، صفره توهیه. حافظه اینجوریه، اولین خونه حافظه که آدرسش صفره مقدارش هم ناله. دیدیم بعض بابا میان آخرش هیچی نشدی تو، اون هیچی همون ناله است. تنها یا انشاءالله نگفتم تنها خونه که میتونیم مقدار بدیم صفر، تنها خونه که میتونیم دکتر خوبی گفته ما نمیتونیم مستقیم آدرس بدیم، و تنها خونه که مجازی مقدار مستقیم بدیم صفر. نه دیگه، خونه صفر رزرو شده است، به هیچ خونه تخصیص داده نمیشه، همیشه هم ناله. باشه. آقای نجفی خیلی خوب نکته سنج آقای نه خدای نه نفهم بزرگتر از من. من انتظار ندارم چون نکته سنجی دارم، من خیلی خوب. یه وقت مثلا یکی دانشجو کامپیوتر سال اول دومه، ولی شما مثلا مثلا یه سنتون بالاست، درسته؟ اینکه خیلی خوب اینا رو مطالعه کردم، من خودم کیف میکنم. سلامت باشی. من خودتون معلم میدونیم وقتی کسی میخونه خود معلم اصلا کیف میکنه. خب آره، مثلا بدترین چیز تو درس دادن میدونی چیه؟ اینکه هر وقت دیدیم مثلا میپرسیم